برای نوشتن خاطراتم دلایل زیادی دارم اول اینکه شما آدما ما اولاغ رو خوب نمیشناسیم از هوش و استعداد سر رفتمون خبر ندارین و حتی بیشترتون فکر میکنین نفهم و کل شقیم بدتر از اون بعضی از رفتاراتون با ما اولاغ خیلی ظالمانه و دور از انصافه برای همین خاطراتم رو می نویسم تا بهتر ما جماعت ها رو بشناسیم. اما قبل چی خاطراتم رو به ارباب دوست داشتنیم ژاک تقدیم می کنم. اربابی که باعث شد به جای اولاقی زبون نفهم، اولاقی فرهیخته باشم. لابد باید از کرگیم شروع کنم. بچگیم زیاد یادم نیست ولی مطمئنم از اول فرهیخته نبودم. باهوش بودم اما فرهیخته نه هنوزم که هنوزه یه سر و گردن از هم بیشتر حالیمه بگذریم بذارین از اول اولش شروع کنم اولین صاحبم کشاورز زورگو و بدخلاقی بود که آخر هفته ها روزای بازار کل مزرعش و بار من میکرد از تخم و مرغ و پنیر و کره تا سبزیجات و میبه ها. اونقدر بارم می کرد که نمیتونستم قدم از قدم بردارم. اما اگه معطل می کردم باید تا جون داشتم شلاق میخوردم. خلاصه با ار و ناله بار سنگین رو تا بازار می بردم. دختر کشاورز هم با چوب دستی پدرش کنارم راه میرفت. سان میدید مراقب بود یه وقت تنبلی نکنم. خب اعتراف می کنم لجوجی بودم. این همه بی ادالتی عصبانیم کرده بود. نه آب و غذای حسابی، نه نوازش و مهر و محبتی. فقط مثل اولاق ازم بار می کشیدن. منم دنبال فرصتی بودم که این خشم فروخورده رو خالی کنم. بالاخره روز انتقام فرا رسید. وقتی که شاورز و دخترش رسیدن بازار و بارها رو از پشتم برداشتن، سبدای سنگین پشتم رو زخمی کرده بود و از گشنگی و تشنگی هم بیتاقت شده بودم. از تشنگی زیاد ارعر کردم بلکه کشاورز یا دخترش یه چیکه آب بهم بدن اما انگار نه انگار. حواسشون به مشتریا بود. از ارعر خسته شدم که یهو چشمم به سبد کلم و کاهو ها افتاد. دلیلی نداشت ملاحظه صاحب بی ملاحظم رو بکنم. به چشم برهم زدنی همه کلم و کاوهای جلوم رو خوردم جاتون خالی خیلی هم چسبید اما اما خب عاقبت خوبی نداشت آخرین کاهو رو تو لپا میچرخوندم و مزه مزه میکردم که چشاور سر رسید چشمتون روز بعد نبینه اول هر فوشی بلد بود نسارم کرد بعدم با چوب دستیش افتاد به جونم ناله و ارعرم هم دلش نرم نکرد. راهی برام نموند جز اینکه از خودم دفاع کنم. بهش لگد زدم. لگدم کار خودشو کرد. کشاورز بد جنس نقش زمین شد و مچ دست و چند تا از دنده شکست. دلم خونک شد اما همون موقع یه بیست نفری ریختن سرم با هر چی دستشون بود کتکم زدن. وقتی خوب لط و پارم کردن به این نتیجه رسیدن که ولم کنن به حال خودم وقتی ریختن سرم نفهمیدم صاحبم رو کجا بردن اما وقتی به خودم اومدم نه کشاورز بود نه دخترش کسی هم حواسش به هم نبود برای همین تنابم رو با دندون پاره کردم و راه جنگل رو در پیش گرفتم اما قبل از اینکه خیلی دور بشم دختر کشاورز پیدام کرد افسارشو انداخت دور گردنم تا منو کشون کشون ببره مزرعه از دختر کشاورز بدتر پسرش بود که تو مزرعه منتظرم بود حسابی کفری بود و میخواست با شلاق به خدمتم برسه به خودش بود نمیخواست زندم بذاره اما کشاورز مقتصد با دست آویزون گردنش گفت پسرم خوب گوشمالیش بده ولی نکشش پولی که بابتش دادیم حروم میشه فردا میبریمش بازار میفروشیمش دیدم هوا پسه اگه نجنبم در حق خودم جفا کردم تا پسر کشاورز رفت رو بیاره دویدم سمت پرچین نفهمیدم پرچین و چطوری شکستم و فرار کردم از ترسم چندین ساعت بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم تو دشت چهار نل رفتم اونقدر که دیگه رمقی برام نموند بالاخره خسته و تشنه وایسادم و گوش تیز کردم ببینم کسی دنبالم یا نه صدایی نبود جز صدای باد و نهر کوچیکی همون نزدیکا رفتم سمت نهر کمی آب و علف خوردم میدونستم خیلی زود میان دنبالم و هر جور باشه پیدام میکنن و برم میگردونن اما خیلی خسته بودم دلم رو زدم به دریا همونجا نزدیک چشم خوابیدم صبح زود با صدای سکها بیدار شدم صدای پسر کشاورز رو شنیدم که داد میزد آفرین پسرای خوب آفرین بریم پیداش کنید یالا ببینم عجله کنین از ترس اینکه سگا پیدام کنن زدم به آب خوشبختانه دو طرف نهر پر از بوته های بلند خار بود اونقدر تو نهر پیش رفتم که دیگه صدای پسر کشاورز و سگاشو نشنیدم. وقتی به چمنزاری رسیدم، چشمم افتاد به دو تا چوپان که گوسفنداشون رو اوورده بودن چرا. یکیشون آشفته گوسفندا رو هی می کرد. رفیقش گفت، ای چی شده؟ تازه رسیدی؟ کجا میخوای بری؟ چوپان آشفته گفت، مگه نشنیدی گرگ دیشب یه اولاغ و تیکه پاره کرده بهتر گوسفندامون رو برگردونیم وقتی چوپان ها رفتن، نفس راحتی کشیدم خیالم تخت تخت شد پس صاحبم فکر میکرد نصیب گرک شدم دیگه آزاد بودم آزاد آزاد <تصفح> یه ماهی تو چراگاه واسه خودم خوش بودم اما کم کم حوصلم سر رفت تازه چند وقت دیگم هوا سرد میشد دیگه نه از آفتاب خبری بود نه از علفای تر و تازه اگه میموندم از سرما و گشنگی تلف میشدم. چاره ای نبود. از چمنزار زدم به جاده. کمی جلوتر چشمم به کلبه ای افتاد. زنی جلوی کلبه چون باطمه زده بود و رخت میشست. رفتم جلو سرم رو چسبوندم به شونش. زن از ترس جیغ کشید و از جاش برید. آروم سر جام موندم. با التماس نگاهش کردم. زن گفت حیوون بیچاره تو دیگه از کجا پیدا شد حیف که صاحب داری وگرنه جای اولاغم رو که از پیری مرد میگرفتی. همون موقع پسر کوچولویی سر رسید پرسید با کی حرف میزنی مادر بزرگ زن همونطور که دستاشو با پیشبندش خشک میکرد گفت با این اولاغ بیچاره ببین چه مظلومه فکر کنم صاحبشو گم کرده برو پرسجو کن ببین کسی اولاغش رو گم نکرده پسر بچه تازه منو دید هیجان زده گفت چه خوشگله میشه نازش کنم زن گفت فقط مواظب باش گازت نگیره احتمالا مهمون خونه چی بدون مالکیه آروم موندم تا پسر بچه نوازشم کنه پسر بچه پرسید مادر بزرگ با خودم ببرمش زن گفت بدون افسار دنبالت نمیاد خودت برو پسر بچه دوید سمت دهکده. منم دنبالش. از پسر خوشم اومده بود. وقتی دید دنبالش میرم، برگشت طرفم، نوازشم کرد و کنار گوشم گفت آفرین پسر، آفرین، حالا که اونقدر پسر خوبی هستی، میذاری سوارت بشم؟ آروم و موتی سر جام موندم تا سوارم بشه. بعدم آروم جاده رو گرفتم و رفتم تا رسیدیم به مهمون خونه. پسر با پرسجو از صاحب مهمون و چند نفر دیگه مطمئن شد صاحب ندارم. باز برگشتیم پیش مادر بزرگش. زن رخت شرکار و رو شسته بود و بسات نخریسیش جلوش پهن بود. پسر بچه گفت اولاقه مال هیشکی نبود. فکر کنم از من خوشش اومده. هر جا میرم دنبالم میاد. مادر بزرگش گفت حیوان زبون بسته. فعلا ببرش تو طویله. تا وقتی صاحبش پیدا نشه نگهش میداریم تا از سرما و گشنگی تلف نشه پسر بچه خوشحال گفت خدا کنه صاحبی نداشته باشه دعای پسر کوچولو مستجاب شد رفتیم بازار اما کسی منو نشناخت پیش پسر کوچولو و مادر بزرگش موندگار شدم تو چهار ماهی که پیششون بودم خیلی خوشحال بودم خیلی ازم کار نمیکشیدن خورد و خوراکم هم مهیا بود فقط روزایی که من رو به بچه های دهکده کرایه میدادن رو دوست نداشتم صاحبای جدیدم پولدار نبودن منو کرایه میدادن تا کمی پول دستشونو بگیره ولی خب بچه ها بعضی وقتا خوب نبودن از اینکه ارنست یکی از بچه های دهکده کرایم کرده بود خوشحال نبودم ارنست پسر لجباز و لوس و سر به هوایی بود. اگه به حرفش گوش نمیدادم با پا میکوبید تو پهلوام. با این همه باهاش کنار اومدم. برای خوش آمدش از بقیه اولاقها جلو زدم تا اینکه رسیدیم به پلی که شکسته بود. یهو یه وایستادم ارنست هر کاری کرد نرفتم رو پل. هر چی به پهلوام لگت زد انگار نه انگار. از جام جم نخوردم. اونقدر سر پل وایسادم تا بقیه بچه ها با اولاقهاشون رسیدن. ارنست خیلی عصبانی شد فوشم داد و محکمتر از قبل کوبید به پهلوام منم کفری شدم با خودم گفتم بذار برم رو پول تا بیفته تو آب و حالش جا بیاد اما قبل از اینکه تصمیمم رو عملی کنم اولاغ یکی دیگه از بچه ها رفت رو پل رو پول رفتن همان و افتادن خودش و سوارش همان اولاغ ها که تکلیفشون روشنه شنا بلدن اما چیزی نمونده بود بچه‌ای که تو آب افتاده بود غرق بشه بقیه بچه ها با مکافات زیاد بچه ای رو که افتاده بود تو آب نجات دادن وقتی عملیات نجات تموم شد ارنست تازه یاد من افتاد اومد طرفم با مهربونی به سر و گوشم دست کشید و گفت آفرین اولاغ باهوش آفرین پس برای همین هر کاری کردم نرفتی رو پل آره؟ این اولین باری بود که به خاطر فهم تشویق می شدم. اولین بار که ثابت کردم بیشتر از چیزی که آدما خیال می کنن حالیمه. <applause> روزای خوب خیلی زود گذشتن. پدر صاحب جدیدم که سرباز بود برگشت خونه. با پولی که دوستش موقع مرگ بهش داده بود خونه ای خریده بود. اومده بود مادر و پسرش رو با خودش ببره. من رو هم فروخت به یکی از همسایه ها. صاحب جدیدم آدم بدی نبود. اما بعد از پسر کوچولو و مادر بزرگ مهربونش دلم نمیخواست برای کس دیگه ای کار کنم. صاحب جدیدم هم اصرار داشت از هر چیزی دور کار بکشه. منم مستثنا نبودم. منو میبست به گاری که اصلا خوشم نمیومد. برای همین زدم تو جاده خاکی و بد قلقی. بعد هم با دیدن گودالی تو چراگاه نزدیک پرچین فکر بکری به ذهنم رسید. برای اینکه از زیر کار در برم به قدر کافی باهوش بودم. وقتی صاحبم گاری رو بار میزد توی گودال قایم شدم. وقتی گاری آماده شد صاحبم اومد دنبالم همه جا رو گشت اما پیدام نکرد. من از تو گودال یواشکی نگاهش میکردم و ته دلم به ریشش میخندیدم. بالاخره از پیدا کردنم ناامید شد. فکر کرد حتما فرار کردم. مجبور شد جای من اسبی رو به گاری ببنده. وقتی گاری راه افتاد با خیال راحت از گودال اومدم بیرون. زن صاحبم تا منو تو چراگاه دید از خوشحالی جیخ کشید که به خونه برگشته بودم. کلی قربون صدقم رفت و کلی به سر و گوشم دست کشید. برخورد صاحب مزرعهم وقتی برگشت و منو تو چراگاه دید شبیه زنش بود کلی خوشحال شد زوق زده سر و یالم و نوازش کرد خوشحال و راضی گفت آفرین علاقه باهوش و وفادار آفرین معلوم راه خونه رو بلدی آفرین اهالی مزرعه اونقدر ازم تعریف و تمجید کردن که از خودم شرمنده شدم اما هفته بعد باز هم همون کلک و سوار کردم رفتم تو مخفیگاه هم همین که اسب رو بستن به گاری و راهی شدن از گودال اومدم بیرون اما این دفعه استقبال گرمی ازم نشد همه به این غیبت و بد ظاهر شدنم مشکوک شده بودن چپ چپ نگاه هم می اما من توی دلم بهشون می و خودم رو از همشون زرنگتر و باهوشتر می برای همین هفته بعد هم روز بازار همون حقه تکراری رو پیاده کردم. قافل از اینکه صاحبم پسرش رو مأمور کرده زاق سیاه هم رو چوب بزنه. هنوز خوب تو گودال جا به جا نشده بودم که صاحبم داد زد. پسر! آی پسر! برو بگیرش! گازش بگیر و بیارش دم گاری تا بفهمه با کی طرفه بودو! بعدم صدای واق واق سگ گندبک مزرع رو بالای سرم شنیدم. تا به خودم به سگ پرید تو گودال شکم و زانوم رو گاز گرفت دیدم اگه از گودال فرار نکنم تیکه پارم میکنه صاحبم بیرون گودال منتظرم بود با کمند و شلاق کمند رو انداخت دور گردنم و بعد با شلاق حسابی تلافی دو هفته ای رو که از زیر کار در رفته بودم و در آورد از اون به بعد سختگیری های صاحبم بیشتر شد زندانیم میکرد چهارچشمی مراقبم بود که دست از پا خطا نکنم منم لجبازیم گل کرده بود چفت درها رو با دندون باز میکردم دستگیره درها رو میچرخوندم و هر وقت میخواستم میومدم بیرون مزرعه دارم دائم ناسزا میگفت نفرینم می کرد کتکم میزد و منم هر روز گستاختر و لجبازتر میشدم کلم و کاوهای جالیز رو میخوردم مرغ و خروس ها رو زیر پام له میکردم حتی یه بار پسر مزرعیدار رو که جام رو لو داده بود زدم زمین اونقدر بد رفتاری کردم تا صاحبم تصمیم گرفت منو ببره بازار رو بفروشه دو هفته ی آخر تو مزرعه خیلی به هم خوش گذشت برای اینکه با قیمت بیشتری فروش برم کتکم نمی زدن به هم خوب غذا می دادن و حتی رفتارشونم با هم خوب شده بود دیگه کاری به کارم نداشتم نه ازم کار می کشیدن نه بد و بیراه بارم می کردن. خلاصه وزم حسابی رو به راه بود صاحبم با قیمت خوبی منو فروخت اونقدر ازش کینه داشتم که دلم میخواست گازش بگیرم اما جلوی خودم رو گرفتم نمیخواستم صاحب جدیدم فکر بدی در موردم بکنه صاحب جدیدم دختر دوازده ساله یه مریض بود که اومده بود یه ایلاق. خیلی تنها و غمگین بود جز من دوست و همصحبتی نداشت پدرش توجهی بهش نمیکرد. مادرش هم با اینکه دوستش داشت اما سختگیر و حسود بود نمیخواست دخترش جز خودش کس دیگه ای رو دوست داشته باشه اسم ارباب جدیدم پولین بود اسم من رو هم گذاشت کادیشون پولین غمگین اما مهربون هر روز سوارم میشد منم میبردمش زیر درختای فندق تا فندق بچینم. خیال پدر و مادر پولینم از بابت من راحت بود پدرش میگفت با کادیشون هر جا دوست داشتی برو این اولاق قد آدما میفهمه منم سر به زیر و آروم شده بودم میدونستم مادر پولین زیاد ازم خوشش نمیومد اما چون دکتر گفته بود سواری برای دخترش خوبه تحملم میکرد وقتی هوا خوب بود اربابم رو میبردم گردش وقتی هم هوا خوب نبود اربابم میومد پیشم تو استبل و برام نون و هویج و کاهو که دوست داشتم می آورد ساعت ها پیشم میموند با هم حرف می زد درد دل می کرد گریه می کرد فکر می کرد چیزی از حرفاش نمیفهمم ولی من همه چی رو می دلم براش میسوخت کلی قصه می خوردم فقط کاری از دستم بر نمی اومد حتی نمیتونستم بهش بگم رو میفهمم پولین خیلی دوستم داشت اونقدر که دسته ای از یالم رو چید گذاشت تو جعبه که هدیه گرفته بود کنار موهای مادرش اما چشمتون روز بد نبینه وقتی مادر پولین موهای منو کنار موهای خودش دید قشقرقی به پا کرد که اون سرش ناپیدا از اولم ازم خوشش نمی اومد اما بعد از قضیه جعبه و موهای یالم دشمن خونیم شده بود دیگه نمیذاشت پولین بیاد استبل. فقط روزی یک ساعت با هم میرفتیم سواری. پولین روز به روز ضعیفتر و بیحالتر میشد. قلب کوچیکش طاقت این همه تنهایی و بی هم صحبتی رو نداشت. بعدش هم که آتیش سوزی شد. هنوزم شب آتیش سوزی رو با جزئیات یادمه. تازه خوابم برده بود که یکی داد زد. آتیش! 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 خواب از سرم پرید. وحشت زده تنابم و پاره کردم. دویدم طرف در استبل اما بسته بود. آتیش شعله می کشید و دود همه جا رو گرفته بود. در و دیوار استبل ترق و طرق می کرد و چیزی نمونده بود سقف بیاد پایین. ارعر کردم بلکه کسی صدام رو بشنوه. از بیرون صدای داد و بیداد خدمتکارا شنیده میشد. بلوایی بود. بعید بود اون وسط کسی صدای ارعر منو بشنوه یا بخواد به دادم برسه. دیگه امیدی نداشتم. تسلیم شده بودم. قرار بود زنده زنده تو آتیش بسوزم. کاریم از دستم بر نمی اومد. از دود و گرما احساس خفگی می کردم. اما همون موقع فرشته نجاتم رسید. پولین در استبل رو باز کرد. دویدم سمتش اما از پشت سر پلین صدای وحشتناکی بلند شد. ساختمون پشت استبل خراب شد. راه فرارمون رو بست. پلین هم از حال رفت. آتیش محاصرمون کرده بود. نمیدونستم باید چه کار کنم. اما پای مرگ و زندگیمون وسط بود. با دندون یقه پلین رو کشیدم بیدار نشد. بعد چشمم به در باز سرداب افتاد. پولین رو کشیدم سمتش با ظرف آبی که دم درش بود صورت پولین رو خیس کردم بالاخره پولین به هوش اومد وقتی دید در امانیم نوازشم کرد و از خوشحالی گریه کرد آتیش هنوز شعله می کشید و همه جا رو خاکستر می کرد پولین نگران پدر و مادرش بود حتما فکر می کردن تو آتیش گیر افتاده اما راهی نبود باید صبر می کردیم تا آتیش خاموش شب. نزدیک صبح بالاخره شعله های عصبانی آتیش آروم گرفت. پولین دوید تا پدر و مادرش رو پیدا کنه تا خیالشون راحت بشه. همونطور که حدس میزد پدر و مادرش خیلی ناراحت بودن. فکر میکردن دخترشون تو آتیش سوخته. وقتی پولین رو صحیح و سالم دیدن دویدن و بغلش کردن. پولین براشون تعریف کرد چطوری با هوش و جسارت من نجات یافته. اما مادرش عصبانی شد داد زد اگه نرفته بودی در استبل رو باز کنی تو آتیشم گرفتار نمی شدی پولین اعتراض کرد اما مامان مادرش حرفش رو قطع کرد و گفت ساکت دیگه نمیخوام چیزی در مورد این حیوان نفرت انگیز بشنوم پولین آه کشید غم زده ساکت شد از اون روز به بعد دیگه پولین رو ندیدم از مستخت ما شنیدم بعد از شبی که تو سرداب گذرونده تب شدیدی کرده وضع از های ضعیفش بدتر شده و مریضیشم اوت کرده یک ماه بعد آتیش سوزی اتفاقی که نباید می افتاد افتاد پولین کوچولو ارباب مهربونم برای همیشه تنهام گذاشت بعد تشیه جنازه پولین دیگه برنگشتم نگشتم خونه کسی هم دنبالم نیومد. قلبم از رفتن پولین به درد اومده بود. دیگه چیزی برام مهم نبود. تو جنگل و هوای سرد پرسه می زدم. قضام شده بود خار و بوته خشک. بیشتر وقتم زیر درختها دراز میکشیدم و فکر میکردم. با اینکه بهم به هم سخت می گذشت، ناراضی نبودم. خودم بودم و خودم. نه ارباب داشتم، نه زین و پالون. از هفت دولت آزاد یه هم به دهکده سری میزدم تا بفهمم دورو برم چی میگذره روز بهاری قشنگی طبق معمول رفتم دهکده سر و گوشی آب بدم اوزا عجیب و غریب بود رفت آمد زیاد و دهکده شلوغ بلوغ بود حال و هوای روزای جشن رو داشت همه لباسهای نوشون رو پوشیده بودن به اولاغ هاشون حسابی رسیده قشاشون کرده یالهاشون رو شونه کرده بودن و به سر و گردنشون هم گل آویزون بود قیافه نظار من بین اون اولاغهای آراسته وصله ناجور بود لاغری و کسیفین دو برابر به چشم می اومد به خودم دلداری دادم شاید زشتر از اولاغهای دیگه باشم اما از همهشون قویتر و باهوشترم رفتم جلوتر تا بفهمم این رفت آمد با اولاقهای قشو شده برای چیه؟ چند تا پسر جوون که کنار اولاقهاشون وایسده بودن تا من رو دیدن از خنده ریسه رفتن یکیشون مسخرم کرد <applause> سر شکل شو و شکلشو باش حتما اومدی مسابقه آره؟ احتمالا جز اول شدنم فکر نمی کنی نه؟ رفقاش بلند سر خندیدن کفری شدم اما لاقل فهمیدم جریان از چه قراره قرار بود بین اولاقها مسابقه دو برگزار بشه همونطور که به حرفای پسرها در مورد مسابقه گوش میدادم پیرزنی از راه رسید از پسرهای جوان که میگفتن و میخندیدن پرسید جایزه برنده چیه یکی از پسرها زغزده زده گفت کلی پول با یه ساعت نقره چشمای پیرزن برقی زد گفت کاش منم اولاغی داشتم تا تو مسابقه شرکتش بدم همون موقع فکری تو سرم جرق زد از پیرزن خوشم اومد. بهترین فرصت بود از پسرای بدجنس انتقام بگیرم. ارعر کردم تا توجه پیرزن رو جلب کنم. یکی از پسرها گفت بیخیال رفیق هر چه قدم آواز بخونی تو مسابقه رات نمیدن. از رو نرفتم. بلندتر ارعر کردم. پیرزن پرسید صاحبش کیه؟ یکی که من رو شناخته بود گفت کادیشونه، علاقه پولین تفلک پیرزن گفت پس دیگه صاحب نداره بعد رو به من پرسید چطور امروز برای من مسابقه بدی ها؟ نظرت چیه؟ به نشونی موافقت ارار کردم پیرزن خندید مسئول مسابقه گفت اگه میخواین تو مسابقه شرکت کنین باید پول بدین و ثبت نام کنین پیرزن کمی فکر کرد بعد سکه انداخت تو کیسه زد. اینم سهم من اما بیشتر نخوای که ندارم آه. اما... پسرها پچپش کردند نگران شده بودن مبادا تو مسابقه ببرم اما یکیشون خیال بقیه رو را راحت کرد امکان نداره این اولاغ مردنی تو مسابقه برنده شه جون نداره را بره اون وقت نگران اول شدنشین همون موقع کت خدا هم رسید اولاقها به صف شدن کت خدا پرسید همه حاضرن خیلی خوب پشت خط یک دو سه پسر و فوری افسار اولاخا رو ول کردن من افساری نداشتم اما با شماره سه دویدم خیلی زود پیشتاز اولاخا شدم عجیب هم نبود کلی تمرین داشتم برای اینکه از سرما یخ نزنم دائم تو جنگل میدویدم صاحبای اولاخا از جلو افتادنم شاکی بودن همینم انگیزم رو بیشتر میکرد جوری که با اختلاف اول شدم تماشا چیا تشویقم کردن و برام دست زدن وقت دادن جایزه بود کت خدا میخواست پول و ساعت نقره رو بده به پیرزن اما پسرایی که علاقشون باخته بود دوون دوون اومدن جلو عصبانی اعتراض کردن نه 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 سب کنید سب کنید مسابقه اصلا عادلانه نیست این اولاق تازه از راه رسیده تازه صاحبم نداره کت خدا گفت اگه اعتراضی داشتیم چرا قبل مسابقه نگفتین یکی از پسرها گفت حالا اعتراض داریم میگم چطور از شورای ده نظر بخوایم ها کت خدا مردد شد پیرزن با حسرت به پول و ساعت نقره نگاه کرد من که از بهونهگیری پسرا حوصلم سر رفته بود با دندونام کیسه پول و ساعت نقره رو از کت خدا گرفتم دادم به پیرزن جمعیت از کار به جای من به وجد اومدن دست زدن و خندیدن کت خدا هم خندید کنایه آمیز گفت برنده مسابقه معلوم شد اولاغ برنده خودش عدالت رو برقرار کرد پسرها از نتیجه راضی نبودن اما چاره ای نداشتن جز قبولش با اینکه انتقامم رو گرفته بودم خوشحال نبودم با قدرت و درایتم پیرزن رو برنده مسابقه کرده بودم اما پیرزن تا جایزش رو گرفت پاک منو فراموش کرد بی به من راه خونش رو در پیش گرفت حتی محض تشکر به هم آب و غذایم نداد هاج و واج و غمگین از این همه قدر نشناسی وسط دهکده وایسادم دومم که رقیبای مسابقه گاز گرفته بودن هنوز درد میکرد. چیزی نمونده بود گریم بگیره که دست مهربونی نوازشم کرد. پسری پنج شیست ساله بود. خواهر سه سالش که کنار پرستارش وایستاده بود گفت ژاک در گوش علاقه چی میگی؟ ژاک گفت بهش گفتم بیاد پیش مامان بزرگ زندگی کنه. ببین تفلی چه تنهاست جانی؟ جانی گفت میخوام سوارش بشم پرستارش گفت این حیوان افسار نداره دنبالتون نمیاد جانی پا کوبید بهونه گرفت نمیخوام پیاده برگردم میخوام سوار این اولاقه بشم ژاک گفت اسمش کادیشونه نه اولاقه اگه نازش کنیم باهاش مهربون باشیم دنبالمون میاد بعدم در گوشم گفت کادیشون بیا دنبالم آفرین پسر خوب بعدش هم چند قدم رفت جلو و پشتش رو نگاه کرد. ناامیدش نکردم. پشت سرش رفتم. ژاک ذوق زده تونتر رفت. منم تونتر رفتم. ژاک هیجان زده داد زد. دیدین منو دوست داره؟ دیدین منو دوست داره؟ دنبالم اومد. به حرفان گوش داد. جانی گفت اگه راست میگی رازیش کن سوارم کنه. یالا میخوام سوارش بشم. پرستار با اینکه بهم به هم اعتماد نداشت ژانی رو پشتم سوار کرد خودشم مواظب بود دست از پا خطا نکنم آروم و موتی مثل اولاقی تربیت شده باشون رفتم ژاک تا مادر بزرگش رو از دور دید دوید طرفش داد زد مام بزرگ مام بزرگ ببین چه اولاق مهربونی به حرفم گوش داد دنبالمون اومد تازه تو مسابقه اولاغ هم اول شده میشه تو رو خدا نگرش داریم گناه دار آخه کی رو نداره خیلی تنهاست مادر بزرگ ژاک اومد طرفم گفت بذار ببینم به 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 چه اولاغ آروم و معدبی صاحبش کجاست ژاک فوی گفت صاحب نداره صاحبش مرده همون کادیشون معروفه تو خدا نگهش داریم ببین چقدر لاغره مادر بزرگ دستی به سر ژاک کشید و گفت باش باشه بعد استبلدار رو صدا کرد تا منو ببره استبل قشو کنه و به هم آب و غذا بده با رضایت مادر بزرگ استبل دار منو برد سمت استبل منم آروم و سر به راه دنبالش راه افتادم ژاک و ژانی هم اومدن ژاک میخواست خودش بهم به غذا بده سه برابر معمول برام کاه و جو ریخت منم با خوشحالی همه رو خوردم اما روز بعد چندان حالم خوش نبود تب داشتم پهلوام تیر میکشید و شکمم درد میکرد اشتهام کور شده بود نا نداشتم از جام پاشم ژاک بازم با کلی کاه و جو اومد سراغم سرخوش گفت پاشو کادیشون خوشگلم ببین برات غذا آوردم خواستم از جام بلند شم اما بی حال افتادم رو کاها ژاک تا حال و روزم رو دید ترسید داد زد کادیشون غذا نمیخوره کادیشون غذا نمیخوره بی حاله فکر میکنم مریض شده استبلدار اومد بالای سرم دست گذاشت رو پهلوم بعدم گوشم رو گرفت ژاک نگران پرسید چه شده؟ استبلدار همونطور که معاینم میکرد گفت تپ کرده پهلوشم تپش داره بس که بهش غذا دادین مریض شده ژاک به گریه افتاد گفت یعنی میمیره؟ ای وای همش تقصیر منه استبلدار گفت نه 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 نمیمیره باید رگش رو بزنم تا حالش بهتر بشه نه ترس خیلی درد نداره عوضش حالش بهتر میشه ژاک گریش بیشتر شد داد زد من اصلا طاقت ندارم رگ زدنش رو ببینم حتی اگه دردشم نگیره نمیخوام بعد دوید سمت خونه استبلدار به رگ گردنم نیشتر زد حق با استبلدار بود کمی که خون از بدنم رفت حالم بهتر شد تونستم رو پام وایسم استبلدار جلوی خونریزیمو گرفت به هم آب داد بعدم تو چمنزار رهام کرد یه هفش روزی طول کشید تا حالم خوب خوب بشه جاک و جانی روزی چند بار به هم سر می زدن. خیلی به هم می رسید. برام از جالیز کاهو و هویج می و حتی جاک می خواست بالش و پتوشم برام بیاره تا راحت بخوابم از اینکه ژاک اونقدر دوستم داشت خیلی خوشحال بودم وقتی حالم خوب شد قرار شد با دخترموها و پسرموهای ژاک و اولاقهاشون بریم گردش از همون اول سر سوار شدن من دعوا بود برای همین بچه ها قره کشی کردن قرعه به اسم لوی پسرموی کوچولوی ژاک در اومد پسر خوبی بود اما به خاطر ژاک ناراحت شدم ژاک غمزده با پشت دست اشکاشو پاک کرد، افسارم و داد دست لوی، همونطور که سوار اولاغ دیگه ای میشد، به لوی گفت زیاد تون نرو، وگرنه نه ازت عقب می افتیم ها؟ قهرمان قهرمانه، سریع ترین اولاغ این دورو بره لوی قول داد زیاد تون نره، به قولش هم عمل کرد بچه ها و پدر و مادرشون سواره و پیاده راه افتادند سمت خرابه های قدیمی توی جنگل. شایعه بود شبا از اونجا صدای ناله و گریه میاد ولی روزا امن و امان بود وقتی به خرابه ها رسیدیم مادر و پدرها دست بچه ها رو گرفتن تا از هم جدا نشن دور شدنشون رو تماشا کردم و بعدم رفتم کمی دورتر زیر سایه درختی دراز کشیدم از جایی که دراز کشیده بودم میتونستم رفیقام رو ببینم اما کسی منو نمیدید هنوز نیم ساعت از رفتن بچه ها و پدر مادرشون نکسشته بود که زیر زمین سر و صدا شد و بعدم سر و کله چند تا مرد لای خار و خاشاک نزدیک خرابه ها پیدا شد یکیشون یواشکی به بقیه گفت هیشگی نیست بهترین فرصت ها رو با خودمون ببریم فوری پشت درخت قایم شدم مردا افسار ها رو گرفتن و بردن گلاغه هم بدون اینکه مقاومت کنن مثل احمق ها دنبالشون را افتادن من از پشت درخت همه چی رو دیدم تازه فهمیدم صداهایی که مردم میگفتن از سرداب میاد از مخفیگاه دزداست برای احتیاط پشت درخت موندم تا بچه ها و پدر و مادرشون برگردن تا از دور دیدمشون دویدم سمتشون جاک گفت پس پس بقیه ها کجان؟ پدر لوی گفت باید همین دوروبر باشن همه پخش شدن تا الاخها رو پیدا کنن اما هرچی بیشتر گشتن موفق نشدن بالاخره از رد پاهای علفهایی که دست نخورده مونده بود فهمیدن قضیه بوداره پدر ژاک گفت احتمالا کسی الاخها رو دزدیده من با ارعر حرفش تایید کردم دویدم سمت ورودی سرداب پدر لویی گفت کادیشون اولاغ باهوشیه احتمالا میخواد چیزی به همون بگه شاید میخواد بگه دزدا توی سردابن نزدیک بود از خوشحالی بال در بیارم پدر لویی منظورم و فهمیده بود ارعرم شدت گرفت با سر چند بار به ورودی سرداب اشاره کردم مادر لوی گفت حالا چیکار کنیم باید اول بچه ها رو برگردونیم خونه اما اما خب نمیشه که همه‌شون رو پشت کادیشون سوار کنیم مادر جاک گفت کوچیکترها رو سوار میکنیم بقیه‌مون هم پیاده دنبالش میریم مادر ژاک لویی و چند تا از بچه های کوچیک رو پشتم سوار کرد ژاک متعجب پرسید چرا دنبال اولاخا نمیگردیم مادرش گفت چون خطرناکه ممکنه دزدا مسلح باشن باید برگردیم شهر رو به ها خبر بدیم بچه ها مدعی بودند، بدون ژاندارما هم از پس دزدا برمیان اما مادراشون گفتن جای پرحرفی راه بیفتن. بالاخره رسیدیم شهر. سه تا از پدرها رفتن جاندارمری و دو ساعت بعد با فرمانده و شش تا جاندارم مسلح برگشتن. فرمانده جاندارم ها از مادر بزرگ اجازه گرفت منم با خودشون ببرن. میگفت من علاقم معمولی نیستم. میگفت تو گیر انداختن دزدا به دردشون میخورم. هنوز هیچی نشده هوش و ذکاوتم افتاده بود سر زبونم. با اجازه یه مادر بزرگ جلو افتادم تا راه رو نشون بدم مستقیم جاندارم ها رو بردم دم ورودی سرداب تا جاندارم ها پشت دیوارای سرداب قایم شدن با صدای بلند ار کردم نقشم جواب داد رفقام از زیر زمین با ار جوابم رو دادن اما کمی بعد صداشون قطع شد فهمیدم دزدا به دم اولاغ ها سنگ بستن تا ار ار نکنن. آخه ما اولاغ ها عادت داریم وقتی ار ار می دممون رو لای پامون قایم میکنیم. کمی سکوت شد. بعد سر و کله مردی لای بوته ها پیدا شد. جزمن کسی رو ندید. به رفیقش که دیده نمی شد گفت اولاغ پتزاد احتمالا صبح از دستمون در رفته. بعد اومد سمتم تا منو بگیره. فرار کردم پشت دیوار مردم دنبالم اومد تازه اون موقع جاندارم ها رو دید اما ای فاید. قبل از اینکه داد بزنه و دوستاشو خبر کنه جاندارم ها ریختن سرشو دهن و دست و پاشو بستن چیزی نگذشت که سر و کله بقیه دوست ها هم پیدا شد جاندارم ها هم همشون رو دستگیر کردن بعدم رفتن تو سرداب رفقام رو نجات دادن من و رفقام از خوشحالی ار کردیم جاندارم ها از ارعر هماهنگ و دست جمعیمون خندشون گرفت یکیشون گفت معلومه که خیلی سرخوشنا چه آواز دست جمعی هم سر دادن فرمانده جاندارم ها بعد از عملیات موفق دستگیری دزدا راضی و خوش اخلاق شده بود دستی به سر و گوشم کشید و گفت بزار بخونن بزار بخونن برا کادیشون آواز کمه به این اولاق باید مدال افتخار داد پیش سایب های جدیدم راضی بودم ژاک خیلی هوامو داشت خیلی قبولم داشت برعکس بقیه آدما میدونست چقدر سرم میشه برای همین وقتی یکی از پسرم اوهاش هیجان زده خبر برد اولاق فرهیخته رو آوردن بازار تماشا پشت من در اومد و گفت <تصفح> اولاق فرهیخته مطمئنم به گرد پای کادیشون هم نمیرسی. پسر اوی جاک باز گفت شاید کادیشون باهوش باشه ولی این اولاقه فرق داره نمایش داره به جنبی نگه نمیخوای نمایشش رو از دست بدین جاک متعجب گفت نمایش؟ چجور نمایشی؟ پسرموش گفت نمایش دیگه نمایش بهترین کار اینه که اول نمایش رو ببینیم بعد قضاوت میکنیم کدومشون فرهیخته ترن کادیشون یا اولاغ فرهیخته ژاک و جانی همراه بقیه پسر اموها و دختر اموها راه افتادند سمت بازار ژاک از پدرش اجازه گرفت منو هم ببره راستش خوشحال شدم بعدم نمی اومد نمایش اولاغ فرهیخته رو ببینم ژاک قبل رفتن حسابی به سر و رسید با حوصله بدن و یالم رو برس کشید و زین و افسار نوی برام آورد. انگار قرار بود من ستاره نمایش باشم نه اولاغ فرهیخته. به موقع رسیدیم. همه دور اولاق فرهیخته و صاحبش حلقه زده بودن. همون موقع صدای تبل نمایش بلند شد. خندم گرفت. رفیقم برعکس چیزی که تبلیغ کرده بودن کاملا خرفت بود نه تنها فرهیخته نبود اصلا تو باغ نبود حتی شاید تو فهم و شعور چند پلم پایین تر از اولاقهای معمولی بود لاغر مردنی و غمگین به صاحبش زل زده بود تا صاحبش صداش کرد رفت طرفش نه عجله کرد نه اشتیاقی به خرج داد معلوم بود از قبل کارایی که باید میکرد بهش دیکته شده بود ولی خیلی ذوق و شوقی هم برای انجامش نداشت صاحب اولاق اولاق بینوا رو به جمعیت معرفی کرد خانم ها آقایون خانم ها آقایون این شما و این شاهزاده اولاق ها اولاق فرهیخته این اولاق تو کل دنیا لنگه نداره به خانم آقایون سلام کن اولاق فرهیخته سلام کن حرفای صاحب اولاق به هم برخورد شاهزاده اولاق ها اولاق فرهیخته ای که تو کل دنیا لنگه نداره حرفاشو یه جوری توهین مستقیم به خودم میدونستم با خودم گفتم اگه تو و اولاق خرفت تو کنف نکنم کادیشون نیستم علاق بخت برگشته با حالت قمنگیزی سه قدم عقب رفت سه قدم جلو اومد سرش رو به جمعیت خم کرد عرعری کرد که یعنی سلام میکنه صاحب الاق دست گلی رو به اولاق داد گفت خیلی خوب رفیق دانشمند من این دست گل رو بده به خوشگل ترین خانومی که اینجاست اولاق مفلوک دست گل رو گرفت بعد بین جمعیت چرخید بیشتر خانم‌ها دست دراز کرده بودن دست گل رو بگیرن اما اولاق طبق چیزی که یادش داده بودن عمل کرد دست گل رو برد سمت زن صاحبش زنی که اصلا خوشگل نبود این کارش واقعا مسخره بود از کوره در رفتم و پریدم رو صحنه اول به چهار طرف سلام و ادای احترام کردم بعد دست گل رو از دست زن گرفتم و گذاشتم تو دامن یکی از دخترموهای ژاک که واقعا خوشگل بود جمعیت از این حرکتم خیلی خوششون اومد خندیدن و دست زدن فکر میکردن منم جزی از نمایشم در واقع اولاغ فرهیخته اصلی نمایش منم برای اولاغ قمزده مهم نبود ستاره نمایش کی باشه بی تفاوت و بیرمق یه گوشه ای وایساده بود اما صاحبش خیلی عصبانی شد جوری که صداش میلرزید لرزید اولاغ فرهیخته نشون بده فقط تو تشخیص زیبایی سرامت نیستی رفیق یالا بیا بیا این کلاه رو این کلاه رو بذار رو سر احمقترین آدم جمع اولاق مثلا فرهیخته کلاه رو از صاحبش گرفت حد زدم میخواد کلاه رو بذاره سر پسر صاحبش پسر چاق و لب قرمزی که تو صف اول تماشاگرها وایستده بود من که از تشویق جمعیت جسورتر شده بودم کلاه رو قاپیدم رفتم سمت صاحب اولاق رو پاهای عقبم بلند شدم سنگینیم و انداختم رو دوشش مرد افتاد زمین منم از فرصت استفاده کردم کلاه رو گذاشتم سرش صاحب اولاق با زحمت از جاش بلند شد هنوز کیج بود تلو تلو میخورد برای اینکه که شیرین کاریم رو کامل کنم اداش رو درآوردم. بردم تلو تلو خوردم جمعیت از خنده منفجر شد مطمئنم هیچ اولاقی تو هیچ نمایشی قد من تشویق نشده. رو صحنه رژه میرفتم. مردمم مشتاقانه به سر و گوشم دست میکشیدن و داستانهای عجیب و غریب در موردم میگفتن. میگفتن تو آتیش سوزی پمپ آب رو به کار انداخته آتیش رو خاموش کرده یا اربابم رو بدون اینکه خال بهش بیفته از طبقه سوم با دندون دنبال خودش کشیده تا نجاتش بده. پنجاه تا زندانی رو از سرداب نزدیک سومه مخفیگاه دزدا آزاد کرده تو مسابقه با بهترین اسب منطقه دماغش رو به خاک مالیده خلاصه این داستانای شاخدار تمومی نداشت هرچی این داستانا بیشتر اوج می گرفت تشویق و محبوبیتم بیشتر می شد منم حسابی از اینکه اونقدر مورد توجهم قند تو دلم آب بیشد. اما قضیه اونقدر شور شد که جاندارم ها مجبور شدن جمعیت رو پراکنده کنن. به زحمت از دست آدمایی که میخواستن نوازشم کنن فرار کردم. تازه مجبور شدم دست دو نفرم گاز بگیرم به پنجشیش نفرم جفتک بندازم اما حواسم بود بهشون صدمه نزنم فقط در حدی که از دستشون خلاص بشم دنبال ژاک دویدم ژاک نوازشم کرد رو به پسرموها و دخترموهاش گفت دیدین؟ دیدین کادیشون از همه اولاقها سره؟ دخترمویی که بهش دست گل داده بودم خندید گفت سلیغتم بد نیست کادیشون لویی که پسر دلرحمی بود دلخور گفت اما م... کادیشون کار خوبی نکرد نمایش مرد بیچاره رو به هم زد لویی راست میگفت خیلی بد جنسی کرده بودم. به خاطر غرورم اولاق فرهیخته و صاحبش رو سنگ یخ کرده بودم. با مسخره بازیم خارو و خفیفشون کرده بودم، نذاشته بودم کاسبی کنن. اما خیلی زود این فکر رو از سرم بیرون کردم. فکر کردم تقصیر من نیست که باهوشترین اولاق منطقم. تند روزی بود. مزرعه مادر بزرگ شلوغ شده بود. این وقت سال مردای فامیل خونه مادر بزرگ جمع می شدن برن شکار. این وسط پیر و هنری پسرموهای ژاک هم برای اولین بار می خواستن برن شکار. زوق زده تفنگ و کیسه خالی شکارشون رو انداخته بودن رو شونشون و با غرور این طرف و اون طرف می رفتن و درباره شکارهایی که قرار بود بزنن پرچونگی می کردن. هنری گفت اگه کیسمون پر شد شکارامونو کجا بذاریم؟ پیر گفت چطوره؟ رو با خودمون ببریم تا شکارامونو بیاره ها؟ اصلا از حرفاشون خوشم نیومد میدونستم شکار رفتن با جوونایی که سرشون پرباده بی خطر نیست بعید نبود موقع شکار اشتباهی تو سرم یه تیر خالی کنن پسرا خواستشون رو به پدرهاشون گفتن پدرهاشون هم از خنده ریسه رفتن و پدر هنری گفت جدا فکر میکنید اونقدر شکار میکنید که باید کادیشون رو دنبال خودتون بیارین؟ پسر رو دلخور شدند هنری گفت من تا فشنگ دارم مطمئنم کم کم پونزده تا شکار رو میزنم خنده پدرهاشون بلندتر شد پدر پیر گفت <applause> مطمئنم شما و دوستتون آگوست تنها چیزی که امروز میکشین وقته وقت اما حالا اگه خواستین کادیشون بیاری. بیارید هنری دمق شد و گفت اگه فکر میکنید ما اونقدر دست و پا چلفتیم اصلا چرا ما رو میبرین؟ پدر پیر گفت میبریمتون که راه و رسم شکار رو یاد بگیرین هیچکی بار اول دست پر از شکار برنگشته پیر و هنری با اخم اومدن سمتم همون موقع آگوست هم رسید. از پسرا که از عصبانیت قرمز شده بودن پرسید. چی شده؟ هنری کفری گفت. پدرامون فکر میکنن ما دست و پا چلفتیم. میگن نمیتونیم چیزی بزنیم. آگوست گفت. نگران نباشید. ما امروز دست پر بر میگردیم. نشونشون میدیم کی دست و پا چلفتیه. ما خیلی جوونتر و زبر و زرنگتر از پدرامونیم. هنری و پیر به هم نگاه کردند. لبخند پیروزمندانهی بینشون رد و بدل شد هنری گفت راست میگی من فقط چهارده سالمه اما بابام چهل و دو سالشه خب معلومه شانس ما جوانا بیشتر از پیر مرد بعد همشون خندیدن راهنما و پدرها جلو رفتن پسر و منم پشت سرشون از قصد آروم میرفتم آقلانه ترین کار با شکارچی های ناشی. با دیدن اولین کپک تیراندازی شروع شد. همه حواسم پی شکارچی های ناشی بود. پشت سر هم شلیک میکردن اما در این قضیه تیر که به هدف بخوره. در عوض کیسه پیر مردا زود پر شد. پدر هنری اومد سمتم به پسرش کنایه زد. اه... با اجازهتون البته البته اگه بار کادیشون سنگین نمیشه بعد کیسهش رو توی سبدی که پسرا پشتم گذاشته بودن خالی کرد آگوست قرزت خب معلومه بیشتر از ما شکار جمع میکنن هر کدومشون دو تا سگ دارن که شکارشونو بیاره ولی ما چی ستامون فقط یه سگ پیر گفت ولی من ندیدم که بیفته آگوست دلیل آورد چون فاصلمون زیاده اوقاب نیستیم که از این فاصله چشممون ببینه پیر دیگه چیزی نگفت فقط اخ کرد. احتمالا حرف آگوست متقاعدش کرده بود فکر میکرد در حقش ظلم شده پسرها کم کم خسته و نامید شدند. دیگه رمق نداشتند دنبال کپی بودن. پدر هنری حال و روز پسرها رو که دید پیشنهاد داد سپونه بخورن. نون و کره و مارمالاد و تخم و مرغ پخته حال پسرا رو جا آورد. کری خوندن رو از سر گرفتن. وقتی پدر آگوست تنه زد پسرا خیلی خوش شانس نبودن چیزی شکار کنن رگ گردن آگوست باد کرد توپید چرا چرا کلی شکار کردیم ولی سگی نداشتیم که شکارامون رو برامون بیاره پدر هنری با تعجب به آگوست نگاه کرد پرسید جدی فکر میکنید شکاری کردیم هنری پشت آگوست در اومد معلومه ولی یه سگ که نمیتونه شکار سه نفر رو جمع کنه شام ما هم که مثل سگا تیز نیست پدرها چند دقیقه بلند بلند به پسراشون خندیدن بالاخره پدر پیر گفت خب باش باش بهتون نفر یه سگ میدیم که دیگه بهونه ای نداشته باشین با راهنما هم جلوتر میفرستیمتون که سگا برنگردن پیش ما پیر جدی گفت ممنون حالا شرایطمون برابر شد مردا باز به پسرا خندیدند، اما پسرا دیگه عصبانی نبودن چون به چیزی که میخواستن رسیده بودن بعد صبحونه با راهنما راه افتادن منم با فاصله دنبالشون میرفتم اوضاع شکار فرقی نکرد پسرا تیراندازی میکردن اما چیزی رو نمیزدن که سگا برن دنبالش سگای بیچاره گیت شده بودن و با هر تیراندازی جست و خیز میکردند اما چیزی پیدا نمیکردند برای صاحبشون بیارن آگوست از اینکه چیزی رو نزده بیتاقت شده بود دید یکی از سگا برای کپکی کمین کرده فکر کرد خیلی راحتتر از سگه تونه کپک رو شکار کنه اما شلیک همانو کشتن سگ بینوا همان راهنما عصبانی داد زد چی کار کردی؟ بهترین سگمونو که ناکار کردی؟ ای داده بی داد بیداد فهمیدم پسره نادون دوستم رو زده سگی که چند سال پیش از سنگسار بچه های ولگرد نجات پیدا کرده بود سگ صاحب اولم که وقتی قضا نداشتم جیره قضاش رو با من نصف میکرد ازش خبر نداشتم تا چند وقت پیش که مادر بزرگ جاک نیمه جون پیداش کرد بهش غذا و جای خواب داد باز مثل قدیم و با هم حرف می زدیم و درد دل می کردیم البته حرف زدن و درد دل ما حیوونا فرق دارد. ما حیوونا با نگاه و آواهایی که در با هم حرف می زنیم راهنما کلی آگوست بی ارزه و لوس رو سرزنش کرد. بعد هم نوبت پدرش بود. اما باز دلم خنک نشد. هر چقدر هم قاتل دوستم رو تحقیر می کردن باز کم بود. پسره با خامی و غرور بیجاش دستی دستی بهترین دوستم رو به کشتن داده بود. میدونستم دونستم عمدی در کار نبوده اما دلم باهاش صاف نمی شد. حالا دیگه رسما با هم دشمن بودیم از اونجایی که خیلی کینه ای بودم بعد این اتفاق با همه مهربون و آروم و رام بودم غیر آگوست چپ چپ نگاهش میکردم بهش سواری نمیدادم بعد ماجرای شکار دنبال فرصتی بودم که انتقام مرگ دوستم رو بگیرم هر وقت جایی میدیدمش با بدزاتی زیر نظر میگرفتمش فهمیده بودم خیلی ترسو و بلفزنه از همه چی می ترسید اما دائم دم از دل و جرأتش می زد. چند هفته گذشت تو چراگاه برا خودم می چرخیدم و با اینکه هوا خوب بود اما اوقاتم تلخ بود آگوست بازم سر و کلش پیدا شد نشسته بود زیر درخت بقیه بچه ها رو هم جمع کرده بود دور خودش در مورد شجاعت و ماجراهای شگفتانگیزش دروغ بافی میکرد همونطور که چپ چپ نگاهش میکردم یهو چشمم افتاد به یه قورباغه نزدیک جیبش از شرارت چشمان برق زد یواشکی رفتم جلو با پوزم قورباغه رو هل دادم تو جیب آگوست شیردل قورباغه بی مخالفت تو جیب قاتل دوستم جا خوش کرد عملیات با موفقیت انجام شده بود فقط باید گوشه ای وای میستدم نتیجه رو میدیدم و می میکردم نتیجه درخشان بود آگوست همونطور که لاف میزد حتی از شیر جنگل باکی نداره دستش رو کرد تو جیبش اما یه رنگش پرید عرق سردی رو پیشونیش نشست از جاش پرید و تو یه لحظه چنان جیغی کشید که همه از جاشون پریدن یکی از دخترها که هول کرده بود پرسید یهو چی شد چرا داد میکشی آگوست که چیزی نمونده بود قالب تایی کنه تتپته کرد وای یه چیز لزج یه چیز لزج تو جیبم یکی به دادم برسه یکی اینو در بیاره نمیخوام بهش دست بزنم هنری شاکی شد و گفت تو که الان گفتی از شیر جیانم نمیترسی پس چی شد پیر پوسخند زد و گفت اگر راست میگی خودت درش بیار پسر شجا آگوست بزدل از ترس آروم و قرار نداشت مثل اسفند رو آتیش بپر بپر میکرد کارای عجیب و غریب و مزهکش بچه ها رو به خنده انداخت آگوست که دید کسی به دادش نمیرسه کتش رو در و برد انداخت زمین همون موقع گورباغه از جیب کتش پرید بیرون بچه ها تا دیدن آگوست برای یه قورباغه اینجا رو جنجال به بپا کرده از خنده ریسه رفتن هر کدومم متلکی بهش انداختن اخ 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 اخ, اخ بگیرین این قورباغه خطرناکو ممکنه بخوردتون اگه شیر بود آگوست حسابش میرسی داره اما هیف هیف قورباغه که شوخی بردار نیست نگاه کن یه وقت دوست قورباغه تو پاچه شلوارت قایم نشده باشه بچه ها تا مدت ها وقتی آگوست رو میدیدن دستش مینداختن و مسخرش میکردن. با اینکه انتقام سختی ازش گرفته بودم بازم دلم باهاش صاف نشده بود. هنوزم منتظر بودم ضربه کاریتری بهش بزنم. این فرصت یه هفته بعد دست داد. هنری آگوست تو بیشه نشسته بودن. کس دیگه هم تو مزرعه نبود. کمی که نشستن حوصلهشون سر رفت. هنری پیشنهاد داد برن سواری. آگوست هم از پیشنهادش استقبال کرد. هنری رفت استابل کر اسبش رو برای خودش زین کرد. با آگوست هم گفت سوار من بشه. اما آگوست اعتراض کرد من میخوام سوار اسب بشم. هنری خندید و گفت تو که سواری بلد نیستی؟ آگوست دلخور گفت اگه نمیخوای اسبت رو به بدید علکی بهونه نیار هنری سرخوش شونه بالا انداخت و گفت باشه اگه نمیترسی ترسی سوارش شو منم کادیشون رو برمیدارم. آگوست نادون ظاهرا به خواستش رسید اما نمیدونست من کوتاه بیا نیستم ازمم رو جزم کرده بودم دشمنم رو به زمین گرم بزنم تا آگوست سوار بر کره اسب شد چهار نل رفتم کر اسب تو کتش نمیرفت از اولاغی عقب بمونه با بیشترین سرعت ممکن تاخت ازم جلو زد نزدیک بود آگوست بیچاره از ترس زهر ترک بشه اسب بی محابا میرفت. می آگوست برای اینکه نیفته با تمام قدرت چسبیده بود به گردن اسب باز راضی نشدم تعقیبش کردم هر جا فکر می کردم کر اسب میخواد سرعتش رو کم کنه دومش رو گاز می گرفتم قصد کرده بودم تا کر اسب آگوست رو زمین نزنه اسبا ننشینم بالاخره جوری دم کر اسب رو گاز گرفتم که چند تا جفتک اساسی انداخت با جفتک آخرش سوارش رو هم پرت کرد زمین هنری فوری ازم پیاده شد تا ببینه چه بلایی سر آگوست اومده آگوست وحشت از جاش بلند شد ناباوران خودش رو لمس کرد انگار توقع نداشت هنوز زنده باشه هنری پرسید خوبی توریت نشده؟ آگوست گیج زمزمه کرد فکر نکنم نمیدونم بعد با زانوهای لرزون سرپا شد خودش رو بیشتر وارسی کرد اما هیچ چیش نشده بود هنری گفت بهت گفتم اگه سواری بلد نیستی سوار اسبم نشی بیا. بیا 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 بهتر من سوار اسبم بشم تو هم سوار کادیشون آگوست ترسیده و درمونده تسلیم شد وقتی سوارم شد دلم میخواست پرتش کنم اما فوری نقشه بهتری براش تدارک دیدم اونقدر نزدیک شاخه ها و بوته های خار راه میرفتم که دست و صورت آگوست خراشیده شد آه و ناله و شکایتشم رو مثر نداشت به عنوان حسن ختام سواری هم آگوست رو پرت کردم تو چاله ای که آب کسیفی توش جمع شده بود آگوست کلی تو لجن دست و پا زد اما نتونست بیاد بیرون و اگه هنری به دادش نرسیده بود ممکن بود تو لجنها خفشه من با رضایت ار کردم بالاخره انتقام دوستم رو گرفته بودم آگوست مجبور شد با لباسای خیس و کثیف تا خونه پیاده بیاد هنری تو کل راه دماغش رو گرفته بود بس که بوی بدی میداد. مادر بزرگ تا سراوز آگوست رو دید هول کرد داد زد چه بلایی سرت اومده پسرم هنری جای آگوست همه چیز رو تعریف کرد مستخدما کمک کردند آگوست خودش رو تمیز کنه بعدش هم پدرش اومد دنبالش هنری تمام مدت چپ چپ نگاه هم می کرد. بعدم به ژاک پیر گفت همه چیزی رو سر کادیشونه خیلی بد جنسه اول کره اسب و گاز گرفت تا آگوست رو بزنه زمین بعدم عمدن انداختش تو لجنها پیر گفت یه جوری حرف میزنی انگار کادیشون آدمه خودش که نمیفهمه کاراش بد بوده اسمش روشه اولاغه نمیفهمه هنری شونش رو بالا انداخت گفت خدا کنه خدا کنه اما به نظر من میفهمه خوبم میفهمه. حق با هنری بود. همه کارام از روی بدجنسی و انتقام بود. اما اونقدر مقرور بودم که اصلا از کارام پشیمون نبودم. خدمتکارا و استبلدار هم کلی سرزنشم کردن. هر کدوم چیزی می گفتن. اولاق بدزاد. اگه جای خانوم بودم ردش میکردم بره. یکی دیگه شون می آره خیلی چموشه روز به روزم اخلاقش بدتر میشه اون یکی گفت نمیدونی وقتی این بلا رو سر آگوست بیچاره اوورده بود با چه خوشحالی ار ار کرد استبل دارم گفت باید حسابی گوش مالیش داد دلم میخواست همشون رو گاز بگیرم اما ترسیدم مادر بزرگ و ژاک راجع به من بد فکر کنن برا همین فقط غضبناک نگاهشون کردم اما هوا که تاریک شد وقتی همه خواب بودن استبلدار تهدیدش رو عملی کرد با شلاق افتاد به جونم و حسابی به خدمتم رسید روزای بعد اوزا بدتر شد آگوست بعد از افتادن تو لجنها تب کرده بود و هزیون میگفت حالش خیلی بد بود همه یه بچه ها از دستم ناراحت بودن. به جاک می میگفتن دیگه سوارم نشه. میگفتن اولاق بدجنس و می میگفتن مگه ندیدی چه بلایی سر آگوست بیچاره آورد. ژاک هم برای آگوست خیلی ناراحت بود. سرم غور زد. کادیشون. آخه این چه کاری بود کرد با کاری که کردی دیگه فقط فقط یه ذره دوستت دارم. نه مثل قبلا خیلی میفهمی کادیشون میفهمی کار خیلی بدی کردی که آگوست رو انداختی تو گودال هنری گفت تفلک پدر بیچارش همین یه بچه رو داره زنشم هم پارسال همین جوری مرد افتاد تو آب بعدشم هم تپ کرد و به هزیون افتاد درست مثل آگوست کادیشون واقعا خیلی اولاغ جنس و بدی هستی. مگه آگوست بیچاره چی کارت کرده بود؟ اگه آگوست بمیره تقصیر توی اولاغ چموش ژاک بغز کرده گفت من من مطمئنم کادیشونم نمیخواست نمیخواست بلای سر آگوست بیاد بچه بیاین به جای این حرفا زانو بزنیم و برای آگوست دعا کنیم دعا کنیم زودتر حالش خوب بشه و پدرش خوشحال بشه بچه ها زانو زدن و دعا کردن. منم باهاشون دعا کردم. درست آگوست نادون بهترین دوستم رو کشته بود. اما از عمد این کار نکرده بود. خیلی زود دعاهامون مستجاب شد. چند روز بعد فهمیدم تب آگوست قطع شده حالش رو به بهبوده. خوشحال فکر کردم همه چی مثل سابق میشه اما اشتباه می کردم. استبلدار مدام میگفت مواظب کادیشون باشین. بچه هم که دیگه سراغم نمی اومدن. دیگه دوستم نداشتن. حتی ژاک البته ژاک هنوز کمی دوستم داشت. خودش گفته بود. حتی شاید دلش برام تنگ شده بود. اما بزرگترا نزدیک شدن به هم رو قدقن کرده بودن. دوران خیلی بدی رو می گذارندن. همه ازم دوری میکردن. حتی حیوانای مزرعه دائم پشت سرم حرف می زدن کادیشون خیلی بیچشم مروه آبروی هرچی چارپاس و برده. یکی دیگه شون میگفت. آره یادتونه چه بلایی سر اولاغ فرهیخته فلک زده آورد؟ دیروز دیدمشون. خودش و صاحبش گشنه و آواره تو دشت ول میگشتند. به خاطر شیرینکاری کادیشون از خود رازی هیچ پولی در نیاوردن اون یکی گفت کادیشون واقعا بدجنسه نزدیک بود آگوست رو به کشتن بده اما عین خیالش هم نیست و دیگری گفت ساکت باشین ممکنه حرفاتون رو بشنوه بخواد ازتون انتقام بگیره میدونیم که چقدر کینه یه این حرفا خیلی عصبانی و ناراحتم میکرد اولش میخواستم تلافی کنم. بهشون جفتک بندازم یا گازشون بگیرم. اما عاقلانه نبود. اگر رفتار بدم رو ادامه میدادم، مادر بزرگ دیگه نگه هم نمی داشت. کم کم تو تنهایی خودم از کارام پشیمون شدم. منم اولاق خیلی خوبی نبودم شاید بقیه حق داشتن منم زیادی لجباز و مغرور بودم دور از ذهن نبود با کارایی که کردم تنها و منزویشم بیشتر وقتا وقتی میدیدم که همه ازم فرار می کنن، آه میکشیدم، کشیدم سرمو می داختم پایین زیر لب میگفتم خودکرده خود کرده را تدبیر نیست فقط یه راه دیگه برامونده مونده بود باید ثابت می کردم، تغییر کردم مهربون و خوش اخلاق شدم دیگه بدجنس و چموش نیستم اما چه جوری؟ دیگه هیچکی با هم کاری نداشت حتی ژاک مهربون خیلی غمگین و آروم بودم جوری که همه فکر میکردن باز نقشه ای تو سرمه از غصه قلبم فشرده شد یهو بد جوری دلم براش تنگ شد تا به خودم اومدم دیدم سر مزار پولین ارار ار میکنم کنار قبر پولین دراز کشیدم حالا که کسی دوسم نداشت بهتر بود بمیرم همون موقع صدای پایی شنیدم گوش کردم پسر بچه گریه میکرد. صدای مردی رو شنیدم که داد زد گریه برات آب و نون نمیشه کل پوک خب منم گشنمه منم خستم اما گریه فایدهش چیه؟ بالاخره صاحب صداها رو دیدم خونواده صاحب اولاغ فرهیخته بود. ناراحت و بیجون جون قر می زدن و جلو می اومدن. مرد تا چشمش به من افتاد گفت اونجا رو غلط نکنم همون اولاغ بدزاتیه که نمایشمونو به هم زد. همونی که بدبختمون کرد. ثابت رو میرسم نس نس. بعد دوید طرفم. انتظار داشت فرار کنم. اما وقتی تکون نخوردم دو به شک شد که آیا همون علاقم عصبانیتش فروکش کرد. رو به خانوادش گفت فکر نکنم همون علاقه باشه وگرنه فرار میکرد. ای خدا چه, چه،, چه قشنگیه؟ خوش به حال صاحبش. اگه مال من بود دنیا رو با نمایشمون فتح میکردم. همون موقع فکری تو سرم جرق زد. الان وقت جبران بود. باید ضرری که بهش زده بودم رو جبران میکردم باید کمکش میکردم پولی که از دستش رفته دوباره به دستش بیاد فوری دنبالشون رفتم اولش نفهمیدن تعقیبشون میکنم ولی وقتی چند بار پشتشون رو نگاه کردن دیدن دنبالشون میرم چند بار با حرکت دست پسم زدن اما از رو نرفتم مرد که لجبازین رو دید شونه بالا انداخت گفت انگار اولاغه از همون خوشش اومده همین جوری دنبالمون میاد خب اگه دوست داره بیاد بذار بیاد بالاخره رسیدن مهمون خونه صاحب مهمون خونه تا فهمید مرد و خونوادش آه در بساط ندارند گفت ما تو این آبادی گدا کم نداریم برید جای دیگه گدایی من خودم رو انداختم جلو برای صاحب مهمون خونه خوش رقصی کردم چند بار پا کوبیدم و سلام کردم صاحب مهمونخونه خندش گرفت گفت <applause> مثل اینکه حیبونتون یه کارایی بلده اگه یه چند چشمه برای سرگرم کردنمون رو کنه منم بهتون غذا و جای خواب میدم صاحب اولاغ فرهیخته از خدا خواسته بساتش رو پهن کرد معرکه بگیره اهالی ده هم فوری تو مهمونخونه جمع شدن زن یواشکی زیر گوش شوهرش گفت این که حرف تو رو نمیفهمه میخوای چه جوری نمایش اجرا کنی مرد گفت باید شانسمون رو امتحان کنیم اولاق خودمون رو نبین که خنگه میگن اولاق ها حیوانای باهوشی هن. شاید باشن به قیافه این یکی میاد که خیلی زبر و زرنگ باشه مرد اول با آب و تاب اولاق فرهیخته ستاره نمایش یعنی من رو معرفی کرد منم کم نذاشتم به چهار جهت ادای احترام کردم چیا؟ کلی زوخ کردن برامون دست زدن نمایش همون نمایش تکراری بود مرد دست گلی رو به هم داد تا بدم به خوشگل ترین زن توی جمعیت من دست گل رو گرفتم سرگردوندم بین جمعیت بعدم گل رو گذاشتم تو دامن دختر مهمون خونه چی؟ همه از انتخابم خوششون اومد هیجان زده کف زدن حتی صاحب نمایش هم انتظار همچین هوش و درایتی رو نداشت. این دفعه گفت اه اه این کلاه رو بده به فقیرترین آدم جمع. کلاه رو گرفتم، تو جمعیت گشت زدم اما کلاه رو برگردوندم به صاحب نمایش. به نظرم صاحب نمایش فقیرترین آدم جمع بود. مردم از وفاداری به صاحبم خوششون اومد. بازم کلی خندیدن و تشویقم کردن. منم فوری از فرصت استفاده کردم کیسه ای که مردم توش پول میریختن برداشتم با کیسه دورو افتادم پول جمع کنم حتی خصیصترین آدما ها رو هم وادار می کردم توی کیسه پول بندازن شیرین کاریم خیلی به مزاق جمعیت خوش اومد می و تو کیسم پول می وقتی کیسه پر شد کیسم رو برگردوندم به صاحب نمایش مرد باورش نمی شد. بعد از نمایش ناموفقش این دفعه این همه ازش استقبال بشه مرد خوشحال و خندون کیسه رو ازم گرفت قدر شناس به چهار جهت ادای احترام کرد منم خیلی از توجه و تشویق مردم خوشم اومده بود چند روزی با مرد نمایش اجرا کردم اما دلم برای اربابم ژاک تنگ شده بود میدونستم جام اینجا نیست باید برمیگشتم پیش اربابم. دیگه خسارت صاحب نمایش و خونوادش رو جبران کرده بودم. وقتش بود برگردم خونه، وقتش بود برگردم پیش ژاک. تو فرصتی مناسب که صاحب نمایش حواسش به شمردن پولهای نمایش بود، فرار کردم. راه خونه رو بلد بودم، اما حدس میزدم کسی منتظرم نباشه. احتمالا وقتی برمیگشتم کسی تحویلم نمی گرفت. توی این فکرها بودم که اتفاق عجیبی افتاد. نزدیک خونه ما در بزرگ صدای دو تا غریبه رو شنیدم. باید تا تاریک شدن هوا صبر کنیم زبل خان. اون یکی گفت جالیز و تو تاریکی درو کردن و بردن چندانم کار آسونی نیستا و اولی جواب داد بابا نترس شجا بیباک دلیر نکنه میخوای تو روز روشن همه چی بار بزنیم لابد کسی هم جلومونو نمیگیره نمیگه چرا کل محصولشونو یه جا جارو میکنیم و میبریم دومی گفت من میگم فقط تو تاریکی سخته تازه هر کی هم که مزاحممون بشه کلکشو میکنیم بعد چاقویی رو که به کمرش بسته بود رو به رفیقش نشون داد فوری فهمیدم مردای حقوق باز دزدن دوستای خطرناکی هم هستن از فکر اینکه که بلایی سر اهالی مزرعه مادر بزرگ بیارن دیوونه شدم پریدم جلو با چند تا جفتک کاری از خجالتشون در اومدم مردا قبل از اینکه بخوان چاقوشون رو از کمرشون باز کنن دراز به دراز رو زمین ولو شدن با صدای بلند ارار کردم نباید وقت رو تلف می هر لحظه ممکن بود دزدا به هوش بیان سر و صدای من پدر پیر و پدر ژاک رو کشوند بالای سر دوستا. پدر پیر تا چشمش به مردای بیهوش افتاد گفت اونجا رو انگار مردن. پدر جاک فوری خم شد با معاینه یه مرد گفت نمردن نم بیهوشن نگاه کن نگاه کن اینجا رو انگار اسبی اولاغی به سرشون ضربه زده پدر پیر نگاه سرزنشباری به هم انداخت بعد گفت شایدم شایدم کادیشون خودمون ببینم میشناسیشون؟ پدر جا گفت یا که آشنا نیست حالا تو جیباشون رو بگرد ببین چیزی پیدا میکنی به کس و کارشون خبر بدیم؟ پدر پیر جیبهای دوزدارو گشت یک کاغذ و چند تا دست کلید و دو تا چاقوی تیز رو کشید بیرون با تعجب به دست کلیدا و چاقوها نگاه کرد. بعدم کاغذ رو خوند. شماره یک جالیز لب رودخونه. دیوار کوتاه، رفت آمد کم. مثل آب خوردن. شماره دو خونه کیشیش. کیشیش پیر. بدون اسلحه پیش خدمتم کر. بهترین وقت اشای ربانی شماره سه هم. پدر جاک خوندنش رو قطع کرد و گفت پس معلوم شد آقایون چی کار تشریف دارن کادیشونم خوب حسابشون رو رسیده باید فوری به جاندارمری خبر بدیم بعدم به سرم دست کشید و گفت آفرین پسر آفرین قهرمان بازم شدی کادیشون خودمون بعد از دستگیری قرور آفرین دزدا باز عزیز شدم همه کارای بد قبلیمو فراموش کردن فراموشی که مدیون دفاع جانانه اربابم هستم ژاک همونطور که نوازشم میکرد رو به بقیه بچه ها گفت کادیشون باز خوش اخلاق و معدب شده دیگه گاز نمیگیره جفتک نمیندازه به جالیز دستپورت نمیزنه تازه دیدین دیدین که چقدر به درد بخوره اگه نبود معلوم نبود اون دزدا چه بلایی سر اهالی ده می آوردن کادیشون قهرمان قهرمانه از حرفای اربابم قند تو دلم آب شد حتی خودم به خودم افتخار می کردم اما آگوست هنوزم ازم می ترسید نزدیکم نمی شد البته حقم داشت کم بلایی سرش نیو برده بودم فکر کردم باید کاری کنم که دیگه ازم نترسه باید کاری رو که کرده بودم جبران می کردم. می خواستم بهشون نشون بدم پشیمونم. ولی با فرار کردناش کار رو برام سخت کرده بود. اما همون قدی که برای انتقام از پا ننشسته بودم برای اصحار پشیمونیمم اصرار داشتم. با اینکه فاصلش رو ازم حفظ می کرد دنبالش راه می افتادم. حتی دیگه چپ چپم نگاهش نمی کردم که اعتمادش جلب بشه. بالاخره صبر و حوصلم نتیجه داد. اون روز همه بچه ها دور هم جمع شده بودن. میخواستند برن گردش. میخواستن اول نهار درست کنن، بعدم برن ماهی گیری. هر کسی هم آماده کردن بخشی از نهار رو به عهده گرفت. یکی سالاد سیب زمینی، یکی کتلت، یکی هم نون برشته و کره. ژاک گفت با توت فرنگی و خامه دسر درست میکنه. آگست هم وظیفه چیدن سفره و پذیرایی از بقیه رو به عهده گرفت. هر کسی رفت سراغ کاری که قبول کرده بود اما من موندم پیش آگوست. آگوست خوش نداشت با من تنها بمونه اما چاره ای نداشت جز تحمل من. آگوست سفره پهن کرد بشقاب و لیوان ها رو چید. با آبلیمو و شکر لیمونات درست کرد بعدم یکی یکی غذاهایی که بچه ها آماده کرده بودند رو با زیتون و خیارشور و نمکتون و فلفل پاش گذاشت وسط سفره. همه چیز آماده بود. فقط مونده بود همه بیان پای سفره. آگوست گفت مراقب سفره است تا بچه ها برن دستاشونو بشورن. اما تا بچه ها برن و برگردن بوی غذا چند تا سگ ولگرد رو کشوند دم سفره آگوست چوبی رو از زمین برداشت تا سگها رو دور کنه ولی غذاها بد جوری سگا رو وسوسه کرده بود آگوست که از پس سگا بر نمی اومد دست باچه چوبش رو پرت کرد سمت سردسته سگا چوبش به سگه نخورد آگوست هم دید با دست خالی نمیتونه جلوی سگا وایسه برای همین فرار رو برقرار ترجیح داد اما قبل از اینکه از درخت بالا بره یکی از سگا با چه شلوارش رو گرفت؟ بهترین وقت بود دوستیم رو ثابت کنم. دویدم جلو؟ با دندون گردن سگ رو گرفتم. پرتش کردم اون طرفتر، بعدم چنان جفتکی پروندم که باقی سگا حساب کار دستشون اومد. غذا بویی که کشونده بودشون یادشون رفت زوزه کشون دو تا پا داشتن دوتا هم قرض کردم تا فرار کنن. با فرار سگا بالاخره دل آگوست، نرم شد. با قدرشناسی شناسی نوازشم کرد. وقتی هم بچه ها برگشتن همه چیز رو براشون تعریف کرد. بچه هم کلی تحسین و تشویقم کردن. جاک هم طبق معمول کلی نوازشم کرد کلی از فهم و شعور و شجاعتم تعریف کرد میشه گفت دیگه از آگوست بدم نمیومد. دیگه میدونستم تفلک دست خودش نیست که اینقدر خنگو دست و پاچلفتیه پسرا بعد نهار چاقوهای جیبیشون رو در آوردن چوبای بلندی رو که پیدا کرده بودن تراشیدن تا باهاش قلاب ماهیگیری درست کنن دخترها و بچه های کوچیکترم نونایی که مونده بود رو خورد کردن نونا رو ریختن تو رودخونه تا ماهی ها رو بکشونن لب رودخونه بعدم دنبال کرم گشتن تا بزنن سر قلاب وقتی قلاب ها حاضر شد پسرا یه ساعتی لب خونه نشستن اما هیچ ماهی به قلابشون نزدیک هم نشد چه برسه به اینکه سر قلابشون رو بگیره هنری قرزد اونقدر تو آب نون ریختیم که ماهی ها رو سیر کرد پیر بی حوصله گفت با این صاف نشستن به هوای ماهی وقت تلف کردنه یهو آگوست از جاش پرید گفت باید با قایق بریم وسط آب هنری گفت دیوونه شدی عمق اینجا خیلی زیاده اگه بیفتیم تو آب کارمون ساخته است آگوست فوری گفت واسه چی بیفتیم تو آب با قایق میریم تو آب با قایقم برمیگردیم پیر گفت به شرطی که دخترا و بچه های کوچیک نیان ژاک التماس کرد منم میخوام بیام منم ببرین اما پسرای بزرگتر قبول نکردن پیر و هنری آگوست رفتن دنبال قایق منم دنبالشون هنری گفت الان بیشتر از یه ساعت نشستیم لب رودخونه این از یه دونه ماهی از کجا معلوم وسط رودخونه اوضا بهتر باشه؟ آگوست گفت راهش اینه که به جای قلاب با تور ماهی بگیریم بله پیر گفت مگه بلدی؟ آگوست گفت کاری نداره کافی تو رو بندازیم تو آب وقتی درش بیاریم کلی ماهی گرفتیم هنری گفت کار آسونی نیست پدرم میگه تور انداختن بلدی میخواد آگوست کم نیاورد چه حرفا من خودم تا حالا هزار بار تور انداختم خیلی هم آسونه پیر پرسید ماهی هم گرفتی آگوست گفت اه، نه اه، چون تا حالا تو رو تو آب ننداختم برا تمرین فقط تو خشکی امتحانش کردم هنری گفت این دوتا با هم فرق داره آگوست با فشاری کرد چه فرقی چه فرقی آخه بیاین بیاین تا نشونتون بدم تا شما قایق و بیارین منم طول ماهیگیریمون را رو از انبار میارم آگوست رفت خیلی زود با تور ماهیگیری برگشت. پیرو هنری هم سوار قایق منتظر آگوست بودن. آگوست فوری پرید تو قایق. قایق بدجوری تکون تکون خورد. آگوست دست باچه شد نزدیک بود تعادلش به هم بخوره ولی هر جوری بود خودش رو جمع جور کرد و به روی خودش نیاورد به پسرا خوشبین نبودم مخصوصا آگوست که دست به هر کاری میزد دست گل به آب میداد چشم ازشون برنداشتم نداشتم قایق رفت وسط آب آگوست با تور توی دستش بلند شد دستاش میلرزید قایق رو موجا تلو تلو میخورد به سختی تور رو انداخت تو آب نتیجه همونی بود که حدس می زدن. تور به شونه آگوست گیر کرد تعادلش به هم خورد و افتاد توی آب هنری و پیر وحشت زده داد زدن آگوست تو آب دست و پا می زد، اما تور پیچیده بود به دست و پاش نتونست خودش رو از دست تور خلاص کنه هرچه بیشتر دست و پا می زد، گرفتارتر می شد. خیلی زود رفت زیرا آب کاری هم از دست هنری و پیر برای نجات آگوست بر نیومد فقط بیخودی داد و بیداد میکردن و آگوست رو صدا میزدن راهی نبود جز اینکه بازم خودم دست به کار بشم پریدم توی آب با دندون تور ماهیگیری رو که آگوست توش گیر کرده بود دنبال خودم کشیدم سمت ساحل ژاک و بقیه بچه ها توی ساحل بیتاب و نگران بودن وقتی رسیدم ساحل هنری و پیر هم با قایق رسیدن کمک کردند آگوست رو از آب بکشیم بیرون چند تا از بچه ها که رفته بودند کمک بیارند با چند تا از خدمتکارا رسیدن آگوست خیس رو با خودشون بردن خونه تا قبل از اینکه سرما بخوره خشکش کنن ژاک همونطور که نوازشم هم میکرد گفت آفرین کادیشون قهرمان آفرین تو خیلی شجایی پسر جانی گفت آه بیچاره کادیشون چقدر خیس شده ژاک گفت قصه نخوری یا کادیشون الان خوشکت میکنم بهت قضا میدم که جون بگیری احساساتی شدم سرم رو گذاشتم رو شونه ژاک ژاک با لحن مهربونی گفت دیگه هیشکی نمیگه اولاق بد جنسی هستی دیگه هیشکی نمیفرستدت آسیاب تو کادیشون قهرمان خودمی به مادر بزرگم میگم تو رو بده به من بعد رو به بقیه بچه ها گفت قبول دارین هیچکی کادیشون قد من دوست نداره حتی اون موقع که بد شده بودا من بازم دوستش داشتم بله اینطوری شد که ژاک صاحبم شد از اون روز به بعد حتی بیشتر از قبل هم دوستم داشت رفتار منم روز به روز بهتر شد به شرافت اولاغیم قسم هیچ روزی نبود که تو بهتر شدن خودم تلاش نکرده باشم وفادارترین اولاغی بودم که کسی به خودش دیده برای همین هم تصمیم گرفتم خاطراتم رو بنویسم تا درسی بشم برای اولاغهای دیگه حرف آخر این که من خوشبختم خیلی خیلی خوشبخت ما اولاغها عمر درازی داریم شاید پیر شده باشم اما صاحبم همچنان دوستم داره منم هر روز همه هوش و حواسم رو به کار میگیرم تا بهش خدمت کنم